داشتم مقایسه میکردم، میگشتم بین رژیم های توتالیتر و به قول معروف رژیم های استبدادی که فرق اینا چیست. رژیم های توتالیتر مثل همین رژیم پربرکت خود ما، اینها یک اندیشه راهنما معمولا دارن که گمان میکنن این جامع ترین و بهترین و عالی ترین چیز هست، و اقتصادی که اینها میگوین بهترین و عالی ترین و کامل ترین هست و این جامعه رو به سعادت میرسانن و حد و مرزی در دخالت در امور مردم نمیشناسن، در همه چیز مردم دخالت با تبلیغات و معمولا یک ادبیاتی هم اختراع میکنن، مشکی لغات و مصطلحات جامعه رو مقصوی میکنن، مثل همین ادبیاتی که عرض میکنن که از اندیشه های مارکس برخواست. من همسنهای من خیلی به کار میبردن در ایران، سرمایه‌داری غرب، سرمایه‌داری وابسته، بورژوا، لیبرال، اینا چیزای منحوس بودن ها، خیلی منفور بودن، پرولتاریا، این خب این دیگه همش برای این بود دیگه، طبقات، روبنا، زیربنا، اینا با این حرفا مردمو مقصوم، اینا هم ادبیات خودشونه دارن، شعارهای خودشونه دارن، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، نمیدونم انرژی هسته‌ای حق مسلم است. آقا حق مسلم ما نفس کشیدن در یه هوای آزاد، پدر چه حق ما ساعت جمعیم در چیز اتمی، رأی دادن و حاکمیت حق مسلم من و شماست. پدر جان راه افتادی برای نمیدونم 2 کیلو برنج و یه لنگ مرغ و اینا نعره میکشی برای چی؟ چقدر عربده میکشی تو هموطن؟ حافظ گفت این همه عربده با خلق خدا نتوان کرد. این هم ادبیاتشون، این هم شعاراشون، کافر و منافق و نمیدونم مفسد و فلعرض و عرض میشود که اینا هم، این هم ادبیات اینا. حالا اون داستان استبداد که عرض کردم، اون استبداده چون یه آدمیه معمولا نرمش هایی در ارتباط با مثلا حقوق اجتماعی مردم ممکن از خودش نشون بده، میگوید که ماست خودت رو بخور، کاری به کار ما نده، شوش کاری به کارت نده. تو وارد قضایای مربوط به سیاست و دولت و حکومت و این حرفا نشد. پول میخوای؟ حاضر. شغل میخوای؟ برات درست میکنی. دیسکو میخوای؟ بفرما. 50 تا 60. باشگاه های نمیدونم پلی بوی میخوای؟ هست، بفرمایی. زدن و رقصیدن و مینی جوب و اینا هست. اما حواست باشه. اما اون یکی حرف رو نمیزنه. میگه اون ماستی رو باید بخوری که من میگم. مثل این آخونده. به همه چیز مردم کار دارن. شما بخوانید این عرض کنم منشآت باقر مجلسی. من فکر نمی کنم سفیه‌تر از این مجلسی که بهش علامه هم میگن، یه دوست محترم قومی هم به من زنگ زده بود، مرد فاضلی، دفاع میگه از اینا. ببینید تا کجای مردم کار داره، با حموم رفتن کار داره، با توالت رفتن کار داره، نمیدونم هر کار بخوای بکنی که در حیطه اعمال انسانی اینا کار دارن، با حدیث و آیات و قرآنی و زبان عربی اینا هم عرض میکنم عوام رو بترسانن که شما حضور این رو حس کنید، به این احترام بذارید، یه چیز داری بده این بخوره. یک عمری خوردند این آخوندها و سربار جامعه بود. عرض کردم شما فکر کنید لوله کشان هم سرکار واجه میشه، آقا نجارا نیان، بیچاره میشن مردم، نجار نباشن، حلوی سازا، آهنگرا،
باربران تو فرودگاه ها اونجا و اونجا نیان سر کار، برقکاران جامعه فلج میشه، آخوند اگه نه سر کار فقط وضع خوب میشه، آخوند نه یه ما نه سر کار ببین چه بهشتی میشه. آقا کار کردیم داریم اینا خورد. امروز هم این بلا رو به روز ما آوردن. یعنی ایران رو در واقع این حلقه این تحریم ها به جایی میرسد که دیگه فراتر از اون نیست و بعد از اون جنگ خواهد بود. هم بدن جنگ